درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به بهانه تجدید ارزیابی ها در بورس این برنامه رو براتون ضبط میکنم و بعد بفهمیم تجدید ارزیابی ها چی هستش و بعدا کدوم شرکت ها بالاخره از این بحث بیشتر میتونن استفاده بکنن و احتمالا صعود بهتری را در قیمت سهامشون خواهیم داشت. اولا این بحث تجدید ارزیابی ها تقریبا میشه گفتش از اوایل امسال مطرح شد، به نحوی که این روزنامه بورس برای تاریخ 10 تیر 1402، شنبه 10 تیر 1402، میبینید که 68 شرکت جدید را در لیست تجدید ارزیابی ها قرار داد اون موقع و در حال زمزمه بحث تجدید ارزیابی ها اومد. الان این بحث برای بودجه سال آینده بیشتر مطرح شده و یه جورایی دارن ابلاغ رو انجام میدن تا حداقل از این طریق بتونن یه جورایی بورس را جذابیت برش ایجاد بکنن، راه بندازن و نقدینگی ها به سمت بورس جذب بشه، در حال سیاستی که داره به خرج میره و در بسیاری از موارد هم حالا اگر تعداد این شرکت ها خیلی زیاد نشه من فکر میکنم که جواب بده. این دیگه حالا بستگی داره که از نظر تعدادی چجوری باشه. خب اول ببینیم تجدید ارزیابی چیه. ببینید هر شرکتی وقتی تأسیس میشه، یعنی حتی شما خودتون هم بخواید یه شرکت ثبت بکنید، دو نفر با هم دیگه میتونن برن یه شرکت ثبت کنن. یه شرکت مسئولیت محدود معمولا با 2-3 نفر قابل ثبته. یه شرکت سهامی خاص با 5 نفر به اصطلاح صاحب سهم قابل ثبت هستش. خب حالا سهامی عام قطعا شرایط خودش رو داره و تعداد باید بیشتر باشه. شرکت هایی که توی بورس هستن سهامی عام هستن، ولی فرق نمی کنه. هر شرکتی روز اولی که میخواد بره ثبت شرکت رو ثبت بشه باید یک سرمایه اولیه رو به عنوان پولی که در گردشش هست اعلام بکنه. خب قطعا یه شرکت وقتی که فرض کنین امروز میخواد بره ثبت بشه و یه دارایی داره، مثلا یه ملکی رو داره به عنوان دفتر یا یک فضایی داره به عنوان کارخانه یا یه تعداد دستگاه ماشینالات داخلش اون هستش، یه سری وسائل لوازم داخل اون به اصطلاح کارگاهش داره که با اونها داره کارش رو انجام میده، توی اون ثبت شرکتش معمولا اون مبلغی که برای نقدینگی خودش ثبت میکنه اون پولی هستش که به صورت نقد توی دست داره و میتونه به حساب بانکی خودش واریز بکنه. معمولا این را به عنوان ملاک قرار میدن و مثلا این شرکت با سرمایه فرض کنید 100 میلیون تومان که پول نقد توی دستش داره در ثبت شرکت ها ثبت میشه. حالا مثلا اون ساختمونی که داره توش کار میکنه فعلا اینجا مد نظر گرفته نمیشه. حالا شما فرض بکنید که این شرکت مثلا 5 سال 10 سال میاد کار میکنه. حالا کاری نداریم تو این 5 سال 10 سال سود میکنه یا ضرر میکنه. احتمال داره 5 سال شرکت سوداوری باشه، تو 10 سال 20 سال تا بیشتر هر سال سود بده و این سرمایهش مثلا از 100 میلیون تومان برسه به 1 میلیارد تومان. برعکسش هم احتمال داره زیانده باشه و فرض کنید که این سرمایه 100 میلیون تومانیش بشه 20 میلیون تومان. که خب اون موقع مشمول اون قانون هایی که توی بورس دارید دیگه، اگه که نصف سرمایه کمتر بشه اون ماده 671 که چیه اون فعال میشه و بعدن بایستی که یا افزایش سرمایه بدن از طریق به اصطلاح آورده نقدی سهامداران یا اینکه شرکت رو منحل بکنن، تصمیمی بگیرن، اعلام ورشکستگی بکنن. بالاخره فشاریه که بورس براشون میذاره و این قانونیه که برای شرکت ها بایستی اعمال بشه دیگه. قانون به این صورت هستش. حالا ببینید این شرکت ها یک شرکت های بزرگ در هر حال املاک و مستغلات و زمین کارخونه و اینها هم زیاد داره، ولی قانونی این وسط هست که میگه که آقا جون این قیمت این زمین و املاک و اینها امروز داره محاسبه میشه و به عنوان سرمایه شرکت ها به نقدینگیشون اضافه میشه. مثلا 100 میلیون تومان میگم ما نقدی پول داریم، ارزش مستغلاتمون هم فرضاً 500 میلیون تومان هستش، جمعاً 600 میلیون تومان ثبت شرکتش رو انجام میشه نقدیه به انظاممون. حالا 10 سال گذشته اون 100 میلیونشون گفتیم یا شده 1 میلیارد یا شده 20 میلیون، یا سودده بودن یا ضررده بودن، ولی قطعاً اون
فضایی که دارن توش کار میکنن، اون کارخونهشون، ملکشون، تجهیزاتشون، اینها با گذشته مثلا 10 سال و تورمی که تو کشور داشتیم افزایش قیمت داشته. فرض بکنیم که الان کارخونه های خودروسازی ما، ایران خودرو و سایپا، توی اون جاده تهران کرج واقع شدن. خب فرضاً مثلا زمین اونجا 20 سال پیش چه قیمت بوده، الان چه قیمته و چند برابر شده. حالا اگر که اینها به صلاح این ثبت شرکتشون در بورس و داراییشون بر اساس 20 سال قبل باشه، توی این 20 سال اینا زمینشون رشد کرده. درسته که خودشون زیانده بودن و هنوزم زیان آور هستن و رشد قیمتی سرمایهشون احتمالاً منفی باشه، ولی در حال زمینشون که توی اون جاده واقع شده قطعاً قیمتش اومده بالا. خب حالا مجدداً که میان تجدید ارزیابی انجام میدن، این به اصطلاح زمین‌ها رو و ماشینالاتشون و تجهیزاتشون و داشته ها و دارایی هاشون رو به قیمت روز محاسبه میکنن. بنابراین این قسمت به صلاح دارایی ها قیمتش، سرمایهش رو میاد بالا. حالا از اون طرف های کسری سرمایه داشته باشن، این به اون اضافه میشه و اینجا از اون قانون خارج میشن که بخوان حالا شرکت رو منحل کنن، ورشکست کنن یا هر کاری بکنن یا حتی جذب سرمایه داشته باشن. خب چون توی این شرایط وقتی مردم میبینن که این شرکت ها زیان آور هستن، قطعا شاید رقبتی هم نداشته باشن که بیان به افزایش سرمایه بدن سرمایهشون رو و بیان بالا. ولی با این طرفن اولا احتمال داره که از ضرر خیلی شرکت ها خارج بشن، خیلی ها از این قانون خارج بشن، خیلی ها به سوداورشون اضافه بشه. مثلا الان فولاد مبارکه که شرکت هایی هستش که تو تجدید ارزیابی الان تایید شد، تصدیق شد که به صورت رسما انجام بگیره. تا حالا گفتن یا تا آخر امسال، شاید هم اول سال آینده، چون بحث بازرسی و حسابرسی و اینجور چیزا داره دیگه، خیلی بحث پیچیده هستش مخصوصا در شرکت های بزرگ. خب اموال خیلی زیاده و شاید این قضیه مثلا ماها به طول بیانجامه که ببینم واقعا دقیقا چقدر بستی که از این طریق تجدید ارزیابی به سرمایه اینا اضافه بشه. ولی در هر حال اون شرکت مثلا زیانده نیست، سوداور هم هست، تجدید ارزیابی هم که انجام بده به اون سودش به نوعی اضافه میشه. بنابراین میبینید که این تجدید ارزیابی میتونه که تکونی به برخی از مخصوصا سهمایی که توی این روزها حالا روز خوبی ندارند و زیانده هستند کمک بکنه. مثلا بانکی ها میبینید که شنبه این هفته جلسه داشتن توی این زمینه، قرار شد که تجدید ارزیابی برای 6 نماد بانکی انجام بگیره و حالا حقوقی هاشون برای اینا بررسی بکنن و برگردن ببینن چه اتفاقی میفته. این قضیه باعث خواهد شد که بالاخره بعد از بروز شدن نسبت مالکانه شرکت در ترازنامه شون، یه جورایی به اصطلاح مشخص بشه که آیا واقعا اینها حالا سودده شدن، هنوز زیانده هستن، تا چند اندازه سودآورشون بیشتر شده و بالاخره این به اصطلاح شاید فرض کنید یه کارخونه از تولید محصولش سود نکرده باشه، ولی از همین که زمین اونجا داره، ماشین آلات داره و اینا قیمتش چندین برابر شده، از این طریق سود کرده باشه و این تغییر سهم را خواهیم دید. بالاخره ترازنامه هاشون اینها به نوعی اصلاح خواهد شد و این تجدید ارزیابی ها درها راهی هستش برای واقعی تر شدن قیمت ارزش بازار شرکت ها و به خاطر این هستش که در لایحه بودجه قرار شده که این قضیه خیلی بهش توجه بشه. و میبینی که توی چند روز گذشته هم خیلی خبر داشتیم توی این قضیه، دلایل سازمان برای حمایت از تجدید ارزیابی ها رو هم که اینجا آورده، که حالا به صورت من خلاصه سعی کردم که همه اینها را خدمتتون بگم. و خب یه سری نمادهایی هستن که الانه این نمادها مثلا اخابر، مخابرات ایران، مثل فولاد، مثل هکشتی، مثل همون بانکی هایی که الان راجعش صحبت کردیم و نمادهای دیگه هم هستن، این چند روزه توی 7-8-10 روز اخیر به خاطر این بحث تجدید ارزیابی ها
بالاخره یه تکونی خوردن، قیمتاشو میبینید که به صورت خوبی بالا اومده و حالا در حال احتمال داره که البته در روزهای آینده تا یه حدی بالا بیان بعدی اصلاح داشته باشن، ولی در کل وقتی که ما روند تجدید ارزیابی رو داشته باشیم این نمادها مثبت خواهند شد و احتمال داره که وقتی که اینها مثبت میشن یه سری ها رو هم به دنبال خودشون بکشونن. ببینید افزایش سرمایه 30,000 میلیاردی فولاد از محل تجدید ارزیابی دارایی که گفتن زمان حداقل 5 تا 6 ماه را خواهد برد و خب احتمال داره که تو این 5 6 ماه بالاخره این نمادها دستخوش یک سری تغییر و تحولات مثبتی باشن. بنابراین دوستان در نظر بگیرن که این بحث تجدید ارزیابی ها یک کمکی هستش که به نوعی میشه گفت دوپینگ بورس. فعلا بورس داره به این صورت دوپینگ انجام میده و اگر که این قضیه به خوبی اجرا بشه میتونه تاثیرگذار بشه، ولی از طرفی هم این رو هم باید در نظر گرفت که خیلی اگر تعدادش زیاد شد شاید همونقدر که میتونه سودآور باشه بعدن ضربه هم بزنه، چون تعداد خیلی زیاد باعث میشه که نقدینگی به نوعی حالا در همین شرکت ها زیاد بشه و بعدن دوباره همون مسائل سال 99 اینا بخواد مجددا تکرار بشه، یعنی یه شارپی بره بالا حسابی بعدا این پول دوباره میخواد تو بازارهای دیگه سرازیر بشه و مجدد اون اتفاقات بیفته. بنابراین بهترین حالت این هستش که این کار به آرامی صورت بگیره و اولویت را هم بذارن برای شرکت هایی که فعلا زیان آور هستن و زیانده هستن، مثل خودرویی ها که خودشون میتونن عامل محرک بازار باشن و خب الان هم به خاطر وضعیت بد سوداوریشون خیلی مورد توجه قرار نمیگیرن توسط سهامداران، به این طریق شاید اینا بتونن را بیفتن و حداقل گروه خودرویی را بیفته، اون گروه خودش میتونه گروه های دیگه را هم را بندازه، ولی یهو بیان مثلا 50 تا سهم یا جایی گفته 68 سهم جدید بخواد همش با هم بخواد اتفاق براش بیفته شاید خیلی به اصطلاح انعکاس مثبت بلند مدتی نداشته باشه. حالا در کل بس ببینیم که در برنامه بودجه چه اتفاق میفته، بخره حسابرسی یا بازرسی یا مراحل اینا به چه صورت هسته، شاید چندی ماه این قضیه طول بکشه، ولی در هر حال زمزمه هاش که الان اومده یه جورایی میشه گفتش که یه تغییر و تحولاتی را در بورس داریم مشاهده میکنیم. ممنونم از شما عزیزان که توجه کردید، منتظر نظراتتون هستم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.